ولی بامزه بودن خیلی سخته چون لول خنده آدم ها رو نمیدونی یکی جا, که تو میگیش میشنوه بهش برمیخوره یکی خوشش میاد سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم اومدیم براتون با یه ویدیوی جالب راجب که سوال این بوده که چطوری توی جمع مون... بچه با حاله باشیم بچه با حاله باشیم خب اول سوال چرا میخوای بچه با حاله باشی؟ بچه با حاله باشیم توجه اون باشه مثلا. مثلا فلانی اومد جمع بدیم ببین چیزی که من تو, خ... تو تجربه دیدم سه تا حالت داره یکی قد حالا سه تا حالتشو نمیدونم چند تا حالت داره یکی قده یکی قدت بلند باشه کلا همیشه اتنشن میگیره یکی اگه خیلی خوشگل و خوشهیکل باشی یعنی یه چیز خاصی باشی یکی اینکه خیلی باهوش باشی مرام دلشون میخواد باهات حرف بزنن و کم حرف اگه باهوش باشی و زیاد زر بزنی میگم وای این باز اومد لگی باهوش بشی کم حرف باشی هر وقت حرف میزنی همه خیلی کنن اونم خیلی دنبالت میافتن یکی دیگه هم بچه باحاله باشی بچه باحاله معنیش اینه که هر چی میگم بگی آره به قول انگلیسی بهش میگن یس من من یه دو سه ماه یس زندگی کردم خیلی حال میده هر کی به من زنگ میزد زن میگفت هر کاری بکنه میگفتم اوکی اصلا مثلا هیچ جا... نه نمیگفتم واسه سه ماه و خیلی جالب بود اون سه ماه اتفاقای جالبی برام افتاد می... نه قشنگ رو دیدم که زندگی خودتو عوض میکنه وقتی یسمن بشی چون همه جا هستی اما خب دی باید بخونید که بتونی یسمن بشی میفهمی آره 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 استپ آره. دو این این یسمن خیلی واسه من جالب بود و بامزه مزه بودنم خیلی جواب میده ولی با بودن خیلی سخته چون لول خنده آدمو رو نمیدونی یکی جوک جو تو میگیش بش بهش برمیخوره به یکی خوشش میاد واسه همین بعضی موقع ناخواسته سی آدم رو یهو ناراحت میکنی توی لبری که یه اسم اسمتو نمیاره و تو هم هیچ هیچ نوع قصدی نداشتی بیشتر ذاتی آخر. بعضی اصلا نمیتونم بکنم مگر اینکه با اینکه باهوش باشی با, بشی... با مزگی یاد بگیری اره. <sutom> یعنی مثلا اون, اون اتفاق میتونه بیفته که مثلا مثال من ب... برای این مستر بینه مستر بین یه آدم خیلی مثل جدیه ولی یاد گرفته بامزه باشه برای سه شما سیرا کسی که ذاتی بتونه بخنده کلا دلغه دیگه باشه هر کاری بکنه کار میخندن بقیه آره من اون دلغکم هم. من همیشه مثلا تو مدرسه داشتم <تصفح> هم میخندیدم همه چرت و گفتم بعد وقتی که میبینی اون دلغکی ای... هی hey, بیشتر و بیشتر میخوام بهت یعنی میخوای بیشتر و بیشتر دلغک باشی اخه مثلا یه کم کم دارم هر میمدم خونه میشستم کامیدی نگاه میکردم که ازش جوک یاد بگیرم جوکارو بتونم بگم میدونی میگم اونم ولی من خودم توی جمعایی که بودیم به خاطر اویدنس به خاطر شواهدی که دیدم و شنیدم نصف موقع ها بچه با حال گروه من بودم اگه من میگفتم الان شام بخوریم همه قبول میکرد اگه من گفتم بچه های امشب بریم بیرون همه قبول میکردم و من کاری که میکردم این بود که به کسی بی احترامی نمیکردم ولی با کسی تعارف هم نمیکردم یعنی کسی میموند نشست بودم بلند نمیشدم بشینه ولی اگه می اومدم با یه نفر دو یه تا صندلی بود میگفتم تو بشین به همه احترام میذاشتم و من تو جمع خودمون معمولا شواهد نشون داد که میگم من بچه باله بودم و من کار خاصی نمیکردم که مثلا تو بگی او میگم هر کسی به نظر من اگه کسی که مثلا بچه باله ازش بپرسی خب یه چیزی داره که خودش احساس کرده برای من یکیش زورم بود دخترها خیلی دوست که من زورم زیاده پسران براشون جالب بود که من خیلی زورم زیاده مثلا من تو جمع زیاد شده بود مثلا راجع به زور من حرف میزدن که مثلا آقا این زور دیوونه وار میخواد سوره خیلی زورش زیاده مثلا مگه میشه که زورش انقدر زیاد باشه این براشون جالب بود یکی قدم بود یکی راجع به قد من خیلی حرف میزدن یکی راجع به مغز من خیلی حرف میزدن که اوه این خیلی مثلا باهوش و تو بیزنس خیلی خوبه و فلان قد پول در و اولین این سالو زده و براش براشون جالب بود بشتم من چه جوری پول در آوردم چه جوری فلان مثلا برای من کامبینشن اینا بود ولی همه اینا رو داشته باشی اگه حرف نزنی هیچ فایده ای نداره حسین باید یه آدمی باشی که بره جلو حرف بزنه بگه بخنده گوش بده حرف مردم بفهمه باشه بتونه جای اونا بذاره وقتی چیزی داره میگه بدون چرا داری حرف رو میزنه ای همه اینا با هم دیگه تحصیل این خیلی مهمه دیگه برای شما ا یه کاری میکنی کلا از چش یعنی هر که به با یه حرکتت میای پایین آره این این نامردی ترین قانون ریاضی دنیاست یعنی سوهل یه کار خوب کرد سوهل دو تا کار خوب کرد سوهل سه تا کار خوب کرد سوهل پنج و پنج کار خوب کرد سوهل دیویست تا کار خوب کرد سوهل یه کار بد کرد کار سوهل بیا بریم بریم کلا. ولی درسته کلا چیز دیگه. تا کار خوب کرد، یه کار بعد که 199. این بعد اصلا خیلی هم خوششون میاد. مثلا کسی مثلا یکی تو لول تو مثلا همه دوستش دارن. مثلا یه اتفاقی میفته بیشتر اصلا بکوبنش. مثلا بگن ای ول مثلا سوئیل اومد پایین میگی مثلا بچه بال ما این دیگه این بابا چی میگم آره میفهمم چی میگی هیچ نفهمیدم چرا لولی که میتونی بیای پایین خیلی سعیت از لولی که میری بالا و کاملا هم نامردیه یعنی اصلا منطقی نیستش که چرا تو این همه خوبی میکنی ولی یه دونه بعد بعد خود منم هم و یه نفر به من صد تا خوبی میکنه یه بدی میکنه آدم از یه چیزی که میترسه اون ترسه دهن تو سرویس میکنه تو وقتی من دیویستا خوبی کردم کسی با اون کاری نداره که من دیویستا خوبی کردم مردم کارشون اینه که آقا تو کار بد نکردی بعد که یه بار کار بد میکنی منطق میشه که آقا تو کار بد کردی پس تو بازم میتونی کار بد بکنی چقدر میتونی کار بد بکنی و من دیگه نمیدونم به خاطر همین من میخوام با تو و دشمن باشم این منطقیه که من از تو چیز یاد گرفتم از تو رفاقت یاد گرفتم یک بار بدی بکنی یه عمر باید تا اون پس بدی بهترین مثالشم هم به بچه میزنم همون داستان بازی پوکر منه من یه بار به جان مادرم دارم میگم یه بار کردم بغلو کردی آره و بعد تازه جالبش اینه تقلا میکردم بازم نبردم یکی دیگه برد یعنی اینجوری نبود که مثلا 60 تا سیستون ز آره یه دندون بزوره زمین داره چی شو چی شو بعد یکی دیگه هم باز برد من اصلا نبردم ولی شانسی هم موقعی که دوستام دید بعد اون لم داد هشت تا بچا واقعا رفتن از بازی برای اینکه حقم بهشون میدم من نمیگم کار بدی کردن چون 99 درصد موقع وقتی یه نفر همچین کاری میکنه حتما قبلا هم کرده ولی خب من واقعا داشتم اون دوستی و رو کوچه بازی میکردم چون من شخصیتم یه آدم کرمه همین که من هر لحظه دارم کوچه میدم خودش برای من یه کار قویه چون من همش مغزم داره مریضه همیشه داره یه کار احمقانه به من میگه بکن بعد به نظر مثلا وقتی یه دفعه اینجوری میشن بعد بد میشن تو بعد چه ریاکشن نشون بدی کلا مثلا ایگنور کنی یا مثلا بیای توضیح بدی توضیح بده. به اینجوری توضیح... یه قانونی هست اینو من خودم نوشتم آدما هر چی بخوام باور کنم باور میکنن چی تو میگی هیچ اهمیتی نداره کسی که بخواد همین داستان دیگه مثلا میز این کارو میکنم ده نفر هستن پنج نفر میگن که این دزده همیشه این کارو میکرده دست م... پنج نفر میگن اونا هم کن... منتظر بودن از قبل که این اتفاق بیفته بریزن شک نکن شک نکن از مدت ها پنج نفر دیگه هم که میگن سوال دیگه حالا مثلا من خودم سر همون بازی 90 درصد آدما رو تو تقلب گرفتم حالا مثلا تقلب چیه کارتشو میندازه بعد برمیگردونه تو بازی وقتی فلاپ میاد کسی نمیفهمه منم چیزی نمیگم و حتی بعدش هم بهش نمیدم بگم آقا من فهمیدم چیزی نگفتم و من طرفتم نه نه هیچ چی بهش نمیگم کلا روش نمیارم به روش نمیارم چون میگم آقا این یه بچه بازیه یه کرم چرمه... یه دونه جیگولک بازیه مثل دوستی که تو فیلم نام کنی فیلم ترس یه داد میزنه اون لحظه که فکر میکنه همه میترسن چرمه دیگه این یارو دیوانه نیست این یارو فردا تو خیابون تو سوپرمارکت داد نمیزنه این اون لحظه خاصی که میزه شاید 10 تا فیلم میگم هم باشنا کنید یه داد نزنه یه بار خاصه با مزه بازی در بیاره و یه بارم با مزه است منم اینا رو اونجوری میبینم میگم که اوکی این ورداشت یکی دیگه میاد میگم مثلا میگم هم. چیپ ها میریزن بعد کارتا فول شده کارتا روی چیپه یارو که میاد کارتا رو ورداره میبینی زیر چیپه چی بارم برمیده برای خودش و من اینو میبینم هیچ چی نمیگم اوکی بعد یارو یهو میبینه من دیدم دو دل میشه و من یه اینترویش میکنم یعنی اوکی حالشو ببر یه بار دی اوکی حالا مثلا یه دست بردی ما قرار 200 دست بازی کنیم اون یه دست هیچ تصویری نمیگیره آره اگه تو هر دست چیت بکنی می... همه بازیو رو... نه اصلا همه بازی رو عوض میکنی ولی اگه یه نفر هر شب یه بار چیت بکنه بازی رو عوض نمیکنه هنوز برنده ها برنده بازنده ها بازندن شاید به خاطر اون یه دست تو مثلا یه ضربه به اون برنده بزنی به جای که مثلا شب 300 دلار ببره 100 دلار ببره اتفاق خاصی تو کل داستان نمیفته همونجوری که میگم من تقلب کردم باختم هم آخرش اصلا مهم نبود من تقلب کردم اون کسی هم که برد واقعی داشت می برد یعنی همیشه دستش قویترین ترین دست رو داشت یعنی اصلا هیچ فرقی نکنی تقلب من صفر ارزش نداشت ولی صفر ارزش من کافی بود برای پنج تا آدم که بگن این مادر تا این آدمی که ما تو زندگیمون دیدیم برخلاف تمام کارهایی که کردیم و دوستی ها و خوبی هایی که یه بار دید. شما فرمودید چند بار دیگه تو حالا برو تو پس فردا تو تا سال دیگه توضیح بده این هیچ چی تو باور نمیکنه این چون تصمیمش این بوده اون لحظه با صفر درصد کار بگه این دزده یه واسه اصلا مهم نیست تو چی میگی پنج نفر از اونورم اونوری میگن آقا این 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 کارا نیستش این دارشه. یه کرم میخته گرفتنش حالا ها ها تو یه بار اومد که مثل رفت تو نشه تازه میخندن اون پنج نفرم توضیح لازم ندارن حالا هر کیم بره به اونا بره بگه بگی سهیل دزده می بابا سهیل یه دفعه کرم میخه دیوونه یعنی چی سهیل دزده واسه این توضیحی هیچ کاری نداره نه که میتونی نه نظر اون میتونی از نظر اون یکی دیگه نه هیچ کنی این یه بلایی که سرد اومده من خودم هم بهش فکر میکنم همیشه میگم کاش جلو خودمو گرفته بودم چون اون لحظه که میخواستم کارت رو بکشم مغزم میگفت سهیل نکن سوهل نکن من گفتن که نه یه دونه دیگه یه دونه از یه دفعه یه دفعه چرا من این یه دفعه نمیخوام, نمیخوام، اینجوری بودم با خودم و همون یه دفعه منو گفت مگه خودم کار نمیکردم نمیفهمیدم که یه رفیقم داشت نگاه میکرد و دید و این حرفا هیچ اتفاقی نمیافتاد ولی سه ماه دیگه دوباره کم میریختم 100 درصد بس ما دیگه میرفت تو این این شخصیت منه اگه میای با من پوکر بازی میکنی تو باید بفهمی که آقا این اگه پاش بیفته یک ملو بده میده خیلی چیز کامپلیکیتدی نیستش مثلا من یه رفیق دارم اگه کارتوش از جلوش ور نداری اگه داستان بشه ور میداره و شروع میکنه بازی کردن میگه و داستان درست میکنه میگه نه من تو بازی بودم فلان خب من هر دفعه که اون کارتشو میندازه میگم بده یه دقیقه بذار ببینم میگم نه بده یه سال دیگه بازی داریم همون اول فلاپ رو میذاریم همه باید پول بریزن ولی تو قبل از اینکه فلاپ بذاریم میتونی دستتو بندازی من تو میزی که ده نفر هستن هیچکی پول نذاشته فلاپ رو میذارم بعد همه ده نفر پولشون رو میریزن چون میدونم بچه ها با فلاپ کار ندارن میدونم میاد یه نفر هست که هر دست میاد تو ولی اگر قبل از اینکه بیاد تو فلاپ رو ببینه و دستش خوب نباشه میگه من میخواستم فولد کنم قبل از فلاپ چون شخصیتش اینطوریه من اگر اون سر میز باشه پیش باشه میگم تو پول بذار همیشه میوام میسم میگم 20 دلار واسه که بازی کنین 20 دلار واسه که بازی کنین بعد حالا مثلا از در نفس نفر سه نفر گذاشتم پولشون رو بعد دوباره اینو تکرار میکنم بعد به محض اینکه اون میذاره حالا میتونه نفر چهارم باشه میتونه نفر هفتم باشه میتونه نفر دهم باشه به محض اینکه اون پولشو میذاره من فلاپو دیگه میذارم چون میدونم اینا اینو این اون نمیده اونو میشناسه دیگه دیگه آدم با رفیقاش ست میکنه نمیگه این آدم بدیه فلان آره. آخه این آدمی که نمیتونه خوشو کنترل کنه میخواد فولد کنه نمیکنه بعد میگه بذا بریم شاید به چیزی بشه بعد هیچی نمیشه میگه اخ نرشو سرویس ولی وقتی که میخواد تو این فکر میبینه میبینه قرار هیچی نشه میگه نمیخوام دیگه میندازه حاضر شخصیت خودش رو ببره زیر سوال که اون 20 دلار رو سیو کنه خیلی خوب این شخصیتش نه دوزه نه بد نه این میفهمه اون اصلا داره مغزش با انگولکش میکنه خیلی خوب من دیگه اون پوزیشن نمیذارمش هر دفعه میگم آقا 20 دلار بازی کن 20 دلار بازی کن به معنی اینکه گوش میدم اینم داستانشه به نظر من بانک بچه باحال باشی بعد توی جمع همه باهات اوکی باشن نه که عاشقت باشن فقط باهات اوکی باشن نه میخواد به کسی زیادی برسی نه میخواد کسی رو ناراحت کنی ولی باید بگو بخند باشی باید حواست باشه باید جورابت بو نده باید گوش تمیز باشه باید نمیدونم دهنت بو نده باید دندونات تمیز باشه باید لباس لک نداشته باشه جورابت باید سوراخ نباشه باید نمیدونم گوز ندی باید آروغ نزنی باید بوی زیر ندی باید درست بشینی باید وقتی یکی بغل نشسته خودتو جمع کنی که روش وزن نزنی باید اگه مثلا یکی داره میاد بده بپکی کمکش کنی پشتت حواست باشه جو کسی نگیری یه چیز هست باید حواست به دورورت باشه اکثر آدم حواسشون به دورورشون نیستن همه اون لحظه هم. تو من همیشه همیشه یه پارتی از بدنم 10 درصدش حواسش به دور حالا یه ویدیو دیدم میگن این انگزایتیه که تو همیشه استرس داری چه اتفاقی میفته میگن خب اوکی اگه, اگه, اگه استرس خوبه کاش همه آدم این استرس رو داشتن چون این استرس باعث میشه که تو حواس به و باشه و وقتی حواس دور و باشه دنیا رو بهتر میکنی پس این مریضی نیست این خوبیه حالا دیگه این دو قرونه بنده بود برابکس دمتون گرم دارم میرم الان بعد از این ویدیو ویدیو با مشتی با پولیا زد کنیم راجع بیزنس و وقتی میخواید بیزنس رو شروع کنید چیکار باید بکنید اون ویدیو رو حتما دست ندین خیلی خوبه خواهشم میکنم که اگه میشه برین پولیا رو آن سابسکرایب کنید دمتون گرم چاکس <متصال>